مرز کووید بود سعی کردیم نیروهای چپ و آزادی خواه اینجا جمع بشیم علیه جمهوری اسلامی، علیه سران جنایتکار و تروریست جمهوری اسلامی اینجا جمع شدیم که بگیم جای امثال رئیسی قاتل جلاد، رئیسی که عامل و عامل قتلان، یکی از عاملین و عاملین قتلان 67 بود، جای رئیسی ها پشت میله های زندان است. رئیسی باید دستگیر بشه و به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشه، نه اینکه در سازمان ملل، در سازمان دول است. رؤسای دولت ها جمع میشن تا منافع سیاسی اقتصادی خودشون را نمایندگی بکنن. منافع اقتصادی دولت ها اقتضا میکنه که با جمهوری اسلامی ببخشید لاس بزنن، ولی اگر ما بتونیم مردم ایران صداشون رو به جهان برسونیم و در خارج کشور متحد و یک پارچه بشیم و دولت ها و نمایندگان و اونایی که ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای دموکراسی میکنن، ادعای آزادی احزاب میکنن، اگر به اینا فشار بیاریم میشه مثل که اوائل انقلاب زن زندگی آزادی خیلی عقب نشینی کردن، باز هم اینا رو به عقب نشینی کردن. دولت آفریقای جنوبی یادتون باشه در سه ماه آخرش کاری سرش آوردن، بایکوت سیاسی، بایکوت فرهنگی، بایکوت ورزشی، بایکوت هنری و در نهایت سران رژیم جمهوری اسلامی باید بایکوت اقتصادی هم بشن. اگر چنین اتفاقی بیفته باور کنید ما در ماه‌های آخر و حتی در روزها و هفته‌های آخر جمهوری اسلامی خواهیم بود. دوستان، جمهوری اسلامی را نگرش داشتن به خاطری که آلترناتیو ندارن. اگر متحد و یک پارچه ظاهر بشیم مجبور میشن به خواست مردم ایران تن بدن، مثل که در سرنگونی شاه هم اوائل نمیخواستن ولی مجبور شدن تن بدن. سلام میکنم به شما از اتاوای کانادا به نیویورک در کشور آمریکا اومدی از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برامون بگو اینجا چه خبره؟ چرا اینجایی؟ امروز ما در مقابل دفتر سازمان ملل جمع شدیم در اعتراض به حضور رئیسی که خودش یکی از عاملین قتل عام دهه‌اش هست. با همین خاطر ما اعتراض کسی که باید به جایی که در سازمان ملل حضور داشته باشه باید در پشت میله های زندان به جرم جنایت علیه بشریت، به جرم قتل عامی که در دهه 60 و ما الان هم در از انقلاب مهسا جینا امینی تا الان انقلاب زن زندگی آزادی هزاران هزار بازداشتی داریم، صدها نفر چشمشون رو از دست دادن، هزاران نفر کشته شدن و ما اعتراض می‌کنیم. اینها نماینده حقوق بشر نیستن، بلکه ماها هستیم. ما اینجا هستیم تا به دنیا اعلام کنیم، به کسایی که در این شهر هستن اعلام کنیم، به سازمان ملل اعلام کنیم که اینها نماینده مردم ایران نیستن. از کلام صبح از واشنگتن اومدیم اینجا برای تظاهرات علیه جمهوری جهل و جنایت اسلامی، برای اینکه رئیس جمهور جنایتکار آدم کشش اومده اینجا، دعوتش کردن که سخنرانی میکنه. ما همه مردم اومدیم، مردمی که در ایران دارن زیر یوغ جمهوری اسلامی 40 و چند ساله زیر جنایت جمهوری اسلامی جون دادن، ما اومدیم از اینا دفاع بکنیم. این به دنیا بگیم که رئیسی نماینده مردم ایران نیست، این رژیم آدم کش، این رژیم کودک کش ما رو نمایندگی نمی کنه و اجازه نداره که در ایران صحبت کنه. دنیا باید مماشات با این رژیم رو کنار بگذاره، از دادن بیرون ها به اینا خودداری بکنه. پیامی که دولت بایدن به ما داری بود که حتی بین زندانی ها هم تفاوت گذاشتن و کسانی که مایل بودن با بیلیون‌ها دلار آزاد کردن. برای زندگی مردم آمریکا اینقدر ارزش قائلن، ولی برای زندگی ما مردم ایران هیچ ارزش قائل نیستن.